یکی از پرچالش‌ترین پروژه شهرولی کابل بودن که موانع زیاد بودن. موانع 47 سال من در 47 سال دوران نجیب آمی جرجور کرده نتانست. مطابق آزمایشات لابراتواری و خواستای استاندارد جهانی انشاءالله تطبیق میشه. تا که یاد ما تا سرک دست نخورد. تا که یادت از چند سال میشه؟ یاد یک 30 سال میشه. 30 سال میشه. چی سال داره دیگه سرک از آباد میشه قیر میشه به می آدم خوش میشه به می آدم خوش میشه چون ما با آبادی آمخته نبودیم نه آمخته شدیم. خط اندازی سرک به شکل 6 خط مترو دیزاین شده. بسیار خوشحال از کل مردم بسیار خوش هستیم دیگه، خصوصا از امارت اسلامی افغانستان که توی اگه به مردم یک زمینه کار مساعد کرده که این سرک سازی جور شده. و دوم منم یاد خدا سلام خسته نباشید وطنداران عزیز، امیدوارم امید دارم که روز و روزگار و کامتان باشه. شبا سخا هستم در خدمت شما هستم. تو به افغان دیس قسم شما مشاهده میکنین، امروز باز هم باید خوشخبری و نوید خدمت شما ایزان آمدیم. بخیر، امروز کار ساختساز و اسفالت سرک شاهرای کابل به سمت شمال هستم. قسم شما مشاهده میکنین کارم جریان داره، لیر اول قریزی هست و وطنداران ما اینجا هستن. ما اساسا شروع میکنیم گزارش را، بسم الله میکنم. از حاجی صاحب اما تا پیش میریم ببینیم که چی گفتنی های دارن، همچنان با انجینر صاحب مسئول مون گپ بزنیم، با کسایی که اینجا هم کار میکنن. پدر سلام، خسته نباشید. سلام، خوب هستی جان؟ خوب هستین؟ خیر باشی، سلامت باشی. در این منطقه هستین؟ آه، در این سرک زاکرین میشینیم. سرک زاکرین میشینیم. اونجا هم یک سرک به خیالم جور میشه. آه، اونجا هم الحمدلله جور میشه، یک کیلومتر جور میشه از چرای قنبر تا با بزرت گپ دارم. خاطر پیش بریم کالا کار از یه مردم بند نسازیم. بسیار خوب، تبریکتان باشه. بخیر، سلامت باشه. چهار اطراف تا قریزی میشه و سرک بسیار خوب شد. بسیار یک سرک خوش بود. بخیر، پس من خود پایم شد که یک دارت سر دیگه چی گفت. اولتر از همه برای شما، برای همه دوستات سلام عرض ادب دارم. ثانیاً بسیار خوشحال هستم که در این تو سرک، در این شرک کوتل ما میبینیم و دومش در اون شرک زاکرین که یک کیلومتر در اونجا وصل است، الحمدلله بسیار کار به خوبی آغاز میشه، بسیار با کیفیت خوب. بسیار خوشحال از کل مردم بسیار خوش هستیم دیگه، خصوصا از امارت اسلامی افغانستان که توی اگه به مردم یک زمینه کار مساعد کرده که این سرک سازی جور شده. و دوم که این خانه و دیگه ای هم یک قدرت اساسی کار داره که تو یک سرک جور شوه، خانه مردم چپه شوه، به مردم یک سهولت پیدا شوه. سلامت باشین، تشکر ریزی که نزهت کنم ما شریک ساخته. خانه شما آباد، زنده باشین. ماشاءالله امید دوستای ما آمدن و وطندارا امید از سرک میبینن. بیادر خودت خوب هستی؟ سلام. و علیکم سلام، خوب هستی؟ صحتمند؟ شکر. چقدر خوشحال هستی؟ بیا کم تو پیش بریم گپم بزنیم. چقدر خوشحال هستی که سرک آباد میشه؟ خلاص خوشحال زیاد هستیم دلالا، سرک موجود میشه، از خاک و خاکباد و چیزا بیغب میشه. قبل از یک سرک آباد شد و اینجا خاک آباد بود؟ نه خیلی خواهیم، سرک قیل بود، قیل شکندن، دوباره باز سر آباد کردن. چی گفتنی داری؟ چی گفتنی داری که بر کسایی که هم اینجا هستن و از سرک چقدر باید مواظبت کنن؟ والا از سرک باید مواظبت زیاد کنن، چون که این سرک تنها شخصی از یک نفر و دو نفر نیست، عمومی از کلگی از ما باید کل ما دیست هم داشته باشیم و نمانیم خراب شوی یا چی. تشکر، سلامت باشی، خوشحال هستیم که میبینیمت. همچنین خداحافظ، بخیر باشی.
دوستای عزیز شما پیش بین امرای ممنون تو پیش میریم. حاجی صاحب هم هستن و در ضمن موتر فروش هم در این منطقه هستن. سولت برازی هم چقدر خوب شده که موترهایشان نمایش دو چند میشه در سرک وقتی که میرن. و و اینجا بیاییم هستن هموشی بیادر به خیر سلامت بشی. فرصت داری گپ بزنیم؟ خیلی من پشتو نمیفهمم باز که یاد گرفتم که گپ بزنم. حاجی صاحب دما تو چرت بودی سرک اصحایی میکدی؟ خوش شدم دیدم سرک بزن. چقدر خوش شدی؟ خیلی زیاد خیلی زیاد. چقدر سال شده بود که سرک دست نخورده بود؟ خیلی وقت نشد تا که یاد ما تا سرک دست نخورده. تا که یادت از چند سال میشه؟ باید یک 30 سال میشه. 30 سال میشه. کدام جای کارم نظریات داری که بگویی بر مسئولین یا همچنان کدام خالیگاه را میبینی؟ فضل خدا خیلی خوب شده. سلامت باشید. خانه تاباد کد ما گرب زدی باش که سنگ ها ماشالله نفتیم. بیاین دوستا عزیز چقدر خوب میشه که شما چند تصویر ببینین از این منطقه خصوصا از مرحله اسفالت یا قیریزیش. من پیش میرم همونجا که در مسئولینه که اصلا یک کمک گپ هم میزنم دیگه در ادامه از پیش شما خدا خوزیم. بیادر تصویر میگیری از این منطقه؟ بله یا در این منطقه هم زندگی میکنی؟ یک رقم وطندار ما وارخطاش نامه تو تیست نیز آمدم خیر است مشکل نداره بگی تصویر را مشکل نداره لالا یک تصویر برداشت نام بکنم یک دل خوشی یادگار باشه بخیر بگید ما هم نمی ساخت سازی سرک وقتی جور میشید بودیم بله یا از این مسیر رو بور میکنیم بگرفتیم باشه تصویر کدام مسیر میرفت از این طرف بخیر ما کوتل میرفت بهتر این منطقه کاروبار میکنی یا گذر نه هم تو گذر کردیم یک دفعه چطور دیدی کار امروز چقدر خوشبین است کار خوب است دیگه فوق العاده کار خوب پیش میره چی پیام داره چی نظریه داری برام والا پیام ما خود پیام اینی است که کار بسیار نیک است دیگه یک کاری است که همه مشکل مردم رفع میشه دیگه سرک نام خدا خوب سرک واسه بردار جور کردن که مردم این محل یا کسایی که به سمت شمال می رفتن خیلی مشکل داشتن دیگه بسیار زیاد کار خوب شده کار نیک است که بخیر همی کارش تکمیل شد کار سلامت باشین خانه شما آباد خدا حافظ شما ایسای شما خوب هستین؟ شکر شما خوب هستین بیادر جان سلامت باشین بخیر هستین سیعتان خوب هستین در این منطقه چی کار میکنین؟ ما خوالا در این منطقه نیستم اما دستر خوشحال خان آمدیم از این طرف آمدی جد کدام مسئله بود گپ بود؟ کمی کار داشتم باز نرفتیم دمی سیل کارم کنیم جانا حالا چی سیل داره دیگه سرک از آباد میشه قیر میشه به می آدم خوش میشه به می آدم خوش میشه چون ما با آبادی آمخته نبودیم نه آمخته شدیم ای خیر میبینی چون در این ملک غیر از چور و دوزی و قتل و غصب و این چیزا را ما میدیدیم و آبادی را ندیده بودیم حالا الحمدلله آبادی را میبینیم خوش میشیم برش خب از آبادی چقدر دور بودیم از آبادی از آبادی دیگه بیخی دور بودیم برادر کلگی در این ملک ما برادر بلکل فساد و دوزادوزی و رشوت خوری عادت شده بود بیخی کسب مردم شده بود الحمدلله از او چیزا خلاص هستیم الحمدلله فضل خدا است سلامت باشین حاجی صاحب خوشحال شدیم که صدایت شنیدیم همچنان به خیر سلامت باشین بیاین خیمه ما از این بین خیر میریم دیگه تیز میریم که در پای ما نشسته چون تازه است و اینجا این هم از موقعیت کامل برامدم دوستای عزیز چرا که اونجا نو قیر انداخته بود بیادر سلام و علیکم و سلام خوب هستین جوری تکرایین خسته نباشه نه هیچ نه خبر نیست ماشاءالله انرژی کاکای ما قابل قدر است که واقعا با انرژی کار میکنیم الحمدلله الحمدلله بخار دیم از شروع پروژه بودین نه ندوه ما رو از دا از این بگوین که چقدر کار بخیر تمام شده نه پا نه خوی نه شما پختو که واقع دیگه پشتو من نمیفهم پشتو زن پاگیم پشتو که بس کار دیر خلا روانده الحمدلله آب سبرابر دی مواد خسایی دی کار خسایی روانده مشکل نیشتا بس دیر خوش آلایی سه پیغام لری پیغام هدا لره دی چه وطن تا خدمات بکو وطن تا کار بکو وطن جور کو دا غمی پیغام دیار شاتا کار موادان کار موادان
هستین صدمن؟ بخیر ها. سلامت باشین، خسته و مانده کاربار. سلامت زنده باشین، بخیر بید خدمت. سلامت باشین، اینجنر صاحب اگر یک معرفی داشته باشین تا بینیدا بیشتر معرفت حاصل کنیم. سیدی خلاص متیام میره پروژه سرک کوتل سرا شمالی از شرکت عربی سپینغر. بسیار خوب. اینجنر صاحب قبل از اینکه کارو گیری یا اسفالت شروع کنین چقدر مشکلات یا چقدر زحماتی که در اینجا بود شما متحمل شدین تا این پروژه رو به اینجا برسونین؟ این پروژه قسمی که برای شما معلوم است یکی از پرچالش‌ترین پروژه شاروالی کابل بودن که موانع زیاد بودن، موانع تخریب خانه بودن، پایای ولتاژ بلند که در کل مسیر بند ساخته بودن که بلای زیر زمینی بودن، شبکات در بان تلکام بودن که بلای ولتاژ بلند وزارت دفاع در مسیر سرک تقریبا به چیز کم یک کیلومتر سرک ما را مانع کرده بودن، جریان سنگین ترافیک 24 ساعت در این مسیر 14 بر از شمال افغانستان از این مسیر وصل میشه. انشالله که انقریب این مشکلات ها حل شده، مثل که مردم قدمه حوصله مندی کرده دیگه حوصله همکاریشان خواهانم که انشالله این پروژه و سرک تکمیل شود. انشالله خدا میرون است انجینر صاحب بخیر، مردم هم حوصله مندی میکنه. از کار بار شما بگوین که اسفالت یا قیریزی امروز لیر اول است یا دوم؟ این لیر اول اسفالت است از طبقات سگانه سرک، انشالله لیر اول، دوم و سوم در پلان است. مسائل دیگه ای که در پولیزی است کدام شرایط راروا است و جویا است و سای سبز؟ این سرک به شکل استاندارد دیزاین شده که قسمت های سگانه اسفالت طبقه بدنه خاکی با سب گرید، سب ایس، بیسکورس و سیستم آبرو راست و چپ، دیوارای استنادی، سیستم تنویر جاده، خط اندازی سرک به شکل شش خط مترو دیزاین شده. در مسائل قیریزی بگوین یا از خود اسفالت، چون ما در این باب خوشحالی زیاد نداریم چون حکومت قبل قیری خوب استفاده نمی کردن و شرایط قیری شما استفاده کردن چون ان شاء الله موادای سرک را که موادای ساختمانی که در این سرک چی بدنه خاکی باشه چی بدنه ارتجایی یا اسفالت باشه و چی بخش از کانکریت باشه مطابق آزمایشات لابراتواری و خواستای استاندارد جهانی ان شاء الله تطبیق میشه. سلامت باشین انجینر صاحب. به عنوان آخرین سوال بر مردم چی پیشنهاد دارین باید کدام مراقبت ها را جدی بگیرن تا سرک دیگه با مشکلات روبرو نشه؟ از مردم شریف فقط خواستای ما میکسمیست که در تطبیق پروژه که با ما سهیم بودن در حفظ نگهداشت سانم سهیم باشه، این پروژه ملی کل ملت و مردم است، مساهم مردمی خود را در حفظ نگهداشت سرک ادا کنیم. سلامت باشین انجینر صاحب، تشکر از که برای ما وقت دادین، خسته نباشین. خانه شما آباد. خب دوستان عزیز، همراه انجینر صاحب صحبت کردیم، واقعا اشارات خوبی کردن در باب سرک و موضوع کلیدی که خب بر ما شما یادداشت کردن، حفظ السعه یا مراقبت از این سرک است. سرک از ما است، شهر از ما است، همه چیز مربوط ما میشه. پس بیا این یارا درست و خوب استفاده کنیم تا باشه در آینده کسی را ملامت نکنیم. شما هم در ادامه برنامه ما رو بیننده باشید. مسئول کدام بر؟ دوستای عزیز ادامه برنامه هستیم، همینجا وطندار ما هست، صدای شب شنویم بیادر سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستین سرد من؟ خیلی باشه. از این که شما میزبان هستین در اینجا دیگه که ما را خوش آمدید میدید. ها میزبان هستیم. در کدام بخش؟ در بخش نظارت از محیط زیست همی پروژه. محیط زیست؟ از شاروالی کابل. کابل. در کدام بخش نظارت؟ در بخش های محیط زیست سیفتی و هلد. چطور بود کارشان؟ تا اول چطور نظارت کردیم؟ والا خوب بود، گرچه پروژه بخش های محیط زیستی شکمی بهش مشکل داشت از اینکه تحت لود ترافیک سنگین قرار داشت و عوام گرم بود، کمی خاکباد و دگر و دگر بود، اما در کل خوب بود، خوب بود و خوب شده را ایسته. ماشاءالله کارشان خیلی خوب بود دوستو عزیز، چون تصور ما نداشتیم دقیقه زودی بخیر به مرحله اسفالت و قیریزی برسه. خوشبختانه که شاروالی کابل کتی یکی شرکت های بسیار مطرح و قوی همین پروژه را قرارداد کرده بود و وا ریزلت بسیار خوب دارند در تطبیق پروژه ها در وقت زمانش، دگر کارشان خوب پیش میره و از طرف شاروالی هم همیشه نظارت صورت میگیره
و متحد است شرکت هم و شاروالی کابل هم که در وقت زمانش ایره تکمیل بکنه و بهره برداری و خرچ کرده شد. بسیار خوب. شما بر ما بگین که در کدام بخش ها باید یا خوب امو جدی بگیرن مسئله را تا باشه که مشکلات پیدا نشه. در بخش های محیط زیستی چون اینجا محلی است که هم باشندگاه وجود داره و هم روزانه جریان ترافیک که در او هم مریض می باشه و هم کسایی می باشه که مشکل می داشته باشه، در بخش محیط زیست توجه باید خوبتر صورت بگره و صورت هم گرفته انشاءالله. در بخش کیفیت و کیفیتش هم توجه و صورت می گره و صورت گرفته و انشاءالله هیچ چیزی از تحت نظر انجنیرای شاروالی کابل به دور نیست. تمام بخشاش که مطابق نقشه تکنیکی و چی است تطبیق شده رئیس. سلامت باشید. تشکر از اینکه برای ما وقت دادین. خانتان آباد. بیادر خودت خوب هستی؟ سلام علیکم. جور بخیر هستی؟ سلامت زنده باشی. در این منطقه هستی؟ بله بله. بسیار خوب. چقدر رضایت داری از کار؟ از کار بخیر سرک کیر شد. خدا رو شکر. شکرگزاری میکنم که مملکت ما اسلامی شد. از برادرای مجاهدین خود دیگه از حکومت اسلامی یعنی در دور ما 47 سال ما در 47 سال دوران نجیب ها میجر جور کده نتانست، ولی خدا رو شکر مملکت اسلامی شد برادرها جور کدن. خدا رو شکر. خدا رو شکر. اگر گفتنی داشته باشی، پیام داشته باشی، نظرات شریک بسید در این سرک بفرما. قربانتان شما زنده باشید. هیچ چیز دیگه گفتنی دیگه ندارم. قربانت. سلامت باشید. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، در قسمت های آخر برنامه هستیم. خوشحال هستیم که وطن ما آباد میشه، بخیر سرک آباد میشه. هر روز که بیدار میشیم واقعا یک نوید هم میشنیم، خوشحال میشیم قلبا. تشکر سپاس از شما که تا اینجا ما رو بیننده بودین. خدا کنه که خسته نشده باشین و از این قبیل برنامه ها اگر شما دوست دارین چنل یوتیوب ما را افغان دیسر لایک سابسکرایب و نظرتون رو با ما شریک بسازین. و پایانای برنامه است. از خداوند منان برایتان خوشی، صحت و سلامت میخوایم. تا درود دیگر. بدرود.